سلام همراهان گرامی، امشب در مجموعه پیاده روی هامون به محله جلفای اصفهان اومدیم. احتمالا میدونید که محله جلفای اصفهان یه محله ارمنی نشینه و تاریخچش هم به این صورت هستش که در طول جنگ های امپراتوری عثمانی یه تعداد از ارامنه به ایران کوچ کردن، در سواحل جنوبی رود ارس در شمال غربی کشور ساکن شدن که ما همونجور که میدونید ما یک جلفای دیگه هم در استان آذربایجان شرقی داریم که انشاءالله بتونیم از اونجا هم بازدید کنیم. بعدش با احتمال حمله عثمانی ها شاه عباس اول ارامنه به اصطلاح سواحل جنوبی رود ارس رو باز هم کوچ میده و یک جلفای دیگری در نزدیکی اصفهان به وجود میاره. این محله بیشتر مشهور به خاطر کلیسایی که توش هست. 90% از کسانی که از این محله بازدید میکنن معمولا میان که کلیسای وانک رو ببینن. یک کلیسای دیگه‌ای هم داریم به نام کلیسای بیت الله، ولی وقتی که وارد این محله میشن به دلیل اینکه محله جلفا یک پیاده راه هم داره و یک میدون جلفا داریم و خیلی قشنگه، هم پیاده روی در طول روز خیلی دلچسبه در این خیابون، هم پیاده روی در شب، برای همین گردشگر رو جذب این خیابون میشن و شروع به پیاده روی میکنن. کافه های متعدد داره، مراکز خرید داره و جای جذابی هست برای پیاده روی کردن. پیاده راه هم هست، یعنی اینکه سنگ فرش داره، معمولا ماشین وارد این خیابون به ندرت میشه یا نمیشه و خیلی جالب هم هستش که فرهنگ ایجاد پیاده راه ها تو ایران داره شکل میگیره. همونجور که میدونید مثلا در شهر رشت اطراف شهرداری، میدون شهرداری این کار رو انجام دادن، یا در شهر اصفهان چهار باغ رو داریم که به شکل یک پیاده راه هست، در تهران هم یک قسمت هایی از شهر رو هم به شکل پیاده راه در آوردن یا در حال در آوردن هستن. در مورد کلیسای وانک هم ما یه ویدیو دیگه خواهیم ساخت، همچنین محله جلفا، خیابون جلفا و میدان جلفا رو در طول روز هم پیاده روی خواهیم کرد و ویدیوش رو تو این کانال قرار میدیم. Thank you.
I
شب رفت. Thank you.